سرخط خبرها. تازه ترین اظهار نظر رافائل گروسی در مورد برنامه هسته‌ای ایران. روسیه از آمادگی آمریکا برای شلیک اتمی خبر داد. لیبی مایه رسوایی اسرائیل شد. و تهدید سفت و سخت اتمی رهبر کره شمالی علیه آمریکا و کره جنوبی. سلام، به این سرویس خبری با من فاطمه از کانال خبرکده خوش آمدید. تازه ترین اظهار نظر رافائل گروسی در مورد برنامه هسته‌ای ایران. به گزارش ایسنا، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در یک سخنرانی در مؤسسه سیپری در استکهلم خاطر نشان کرد: ما به گفتگوها با ایران ادامه خواهیم داد، چرا که هنوز باید چند نکته را در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران شفاف سازی کنیم. بنابر گزارش شبکه الجزیره، گروسی گفت در خصوص وجود آثار اورانیوم در برخی مکان‌ها در ایران پاسخ راضی کننده‌ای دریافت نکرده‌ایم. گروسی افزود ایران به ما اجازه داد که مجدداً در برخی تأسیسات هسته‌ای این کشور دوربین‌های نظارتی نصب کنیم. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شب دوشنبه نیز با اشاره به اینکه ایران هیچ سلاح هسته‌ای در اختیار ندارد تأکید کرد: باید میانه داشتن تسلیحات هسته‌ای و توانایی ساخت آنها تمایز قائل شد. روسیه از آمادگی آمریکا برای شلیک اتمی خبر داد. به گزارش ایرنا از خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، آندره بلوسف اعلام کرد که آمریکا دیر یا زود کلاهک‌های هسته‌ای جدید خود را آزمایش خواهد کرد. وی افزود تعمیر و نگهداری از سایت آزمایش هسته‌ای نوادا نشان می‌دهد علی‌رغم تصمیم به اتفاق آرای قصدنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد این موضوع، آمریکا قصد ندارد آزمایش‌های بمب هسته‌ای را متوقف کند. معاون نماینده دائم روسیه اضافه کرد: آمریکا برای بهبود و حفظ زیرساخت سایت آزمایش هسته‌ای در نوادا و حفظ آن در وضعیت آمادگی کامل عملیاتی تلاش می‌کند و چنین رویکردی را می‌توان به عنوان شاهدی مستقیم بر نیات واشنگتن تلقی کرد. بلوسف همچنین گفت واشنگتن این واقعیت را پنهان نمی‌کند که در حال توسعه انواع جدیدی از کلاهک‌های هسته‌ای است و لازم است عملکرد آنها در عمل بررسی شود. وی تأکید کرد که تصویب قطعنامه 3564 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2009 به اتفاق آرا بیانگر آن است همه کشورهای جهان نیاز به کنار گذاشتن کامل آزمایش‌های هسته‌ای را دارند که مهمترین شرط برای دستیابی به هدف نهایی ایجاد جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای است. لیبی مایه رسوایی اسرائیل شد. در پی جنجال دیدار وزیر خارجه دولت وحدت ملی لیبی با الی کوهن وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی با انتشار بیانیه ای کوهن و کابینه بنیامین نتانیاهو را به باد انتقاد گرفت. رهبر جناح اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در پیامی در شبکه ایکس اقدام الی کوهن را موجب شرمساری برای رژیم صهیونیستی دانست و رفتار و عملکرد او را ناشیانه خوانده است. یائیر لاپید نوشت: کشورهای جهان امروز صبح به انتشار غیرمسئولانه دیدار وزیران خارجه اسرائیل و لیبی نگاه می‌کنند و از خود می‌پرسند آیا این کشوری است که بتوانیم با آن روابط خارجی برقرار کنیم؟ آیا این کشوری است که بتوان به آن اعتماد کرد؟ این اتفاق وقتی می‌افتد که شما الی کوهن فردی بدون پیشینه را به عنوان وزیر امور خارجه منصوب کنید. گفتنی است در پی دیدار وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با همتای لیبیایی خود، معترضان در شهر عزاویه و تاجراء لیبی پرچم رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند و کاربران لیبی نیز در شبکه‌های اجتماعی این دیدار را خیانت خواندند. و تهدید سفت و سخت اتمی رهبر کره شمالی علیه آمریکا و کره جنوبی. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در جریان بازدید از فرماندهی دریایی ارتش این کشور به مناسبت روز نیروی دریایی تاکید کرد رفتارهای تنش‌آمیز آمریکا و کره جنوبی در نزدیکی مرزهای کره شمالی احتمال وقوع جنگ هسته‌ای را بالا برده است. وی در این باره گفت: نیروی دریایی ارتش خلق کره نقشی تعیین کننده در نیروی بازدارنده هسته‌ای کشور دارد و آماده انجام ماموریت‌های راهبردی است. ممنون که تا پایان این بسته خبری با ما همراه بودید.
برای مطلع شدن از آخرین تحولات ایران و جهان ما را دنبال کنید.